یکی از بزرگترین غلط فهمی ها این است که وقتی مردم مرتکب گناه می شوند فکر می کنند راه برگشتی ندارند و چون امیدی ندارند گناهانشان را تکرار می کنند. آنها رحمت الله متعال را فراموش کردند. یک بار بیندیشید زمانی که یک فرد به اسلام روی می آورد گناهانش کاملا پاک می شود، درست مانند طفلی که تازه متولد شده باشد. اگر چنین پاداشی برای یک فرد تازه مسلمان داده می شود، پس برای فردی که از قبل مسلمان بوده و مرتکب گناه شده اما پشیمان است، چه پاداشی در نظر گرفته شده است؟ مطمئناً برایش راهی وجود دارد، برایش فرصتی برای بازگشت وجود دارد و آن فرصت توبه است. راهی زیبا برای برگشت به سوی پروردگارمان. بگو ای بندگانم که با ارتکاب گناه بر نفس خیش زیاده روی کرده اید، از رحمت الله متعال ناامید نشوید. یقینا الله همه گناهان را میامرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. در این آیه الله متعال رحمت خیش را برای ما نشان میدهد که چگونه به راحتی میتوان به سویش بازگشت و توبه راهی است که به واسطه اش پاداش بخشش را به دست آورده میتوانیم. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم فرموده است که الله متعال میفرماید ای بندگانم، همه تان گمراه هستید جز آنانی که من هدایتشان کردم، از من طلب هدایت کنید تا هدایتتان کنم. ای بندگانم، همه تان مرتکب گناه می شوید و من می بخشم، از من طلب بخشش کنید تا شما را ببخشم. صحیح مسلم. نظر به این حدیث، الله متعال ما را به توبه کردن دعوت می کند. در حدیث دیگری روایت است که شیطان به الله متعال گفت پروردگارا به عزتت قسم که بندگانت را تا زمانی گمراه میکنم که روحشان در بدنشان باشد. الله متعال در پاسخش فرمود به عزت و بزرگیم قسم که آنان را تا زمانی میبخشم که از من طلب مغفرت کنند. سبحان الله، این است رحمت الله متعال نسبت به ما. او تا حالا نه تنها ما را به سوی خود دعوت میکند، بلکه حتی کسی را که توبه میکند دوست هم دارد. چنانچه میفرماید هر آینه الله توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد. سوره بقره آیه 222. علاوه بر آن الله متعال کسی را که توبه می کند کمک هم می کند. در حدیث زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در گذشته ها مردی 99 نفر را به قتل رسانده بود و خیلی پشیمان بود. او می خواست که توبه کند. نزد راهبی رفت و برایش گفت من 99 نفر را کشتم، آیا راهی برای توبه کردن برایم وجود دارد؟ راهب گفت نه خیر، و او راهب را نیز کشت. با او صدامین نفری بود که توسط وی کشته شد. او برای عالمی نزد مردم پرسجو کرد و مردم آدرس عالمی را به او دادند و او نزد آن عالم رفت و برایش گفت من 100 نفر را کشتم، آیا راهی برای توبه کردن وجود دارد؟ عالم برایش گفت بله، چه کسی میتواند بین تو و توبهت مانع شود؟ برو به فلان شهر، جایی که مردم در آن پرستش الله را میکنند، و تو هم همراهشان عبادت کن و به این شهر بر نگرد که جای بدی است. او تصمیم گرفت که به آن شهر خوب برود، اما در راه مرگ به سراغش آمد. ملائک نمیدانستند که همراهش چه کنند، چه کسی باید روحش را با خود بگیرد. ملائک رحمت گفتند او توبه کرده و به سوی الله متعال بازگشته است. ملائک عذاب گفتند او در طول عمرش یک عمل خوب هم انجام نداده. ملائک با هم گفتگو می کردند و ملائک دیگری برای فیصله نمودن آمد و گفت بروید و فاصله راه بین آن شخص و دو شهر را اندازه گیری کنید. اگر او به شهر خوب نزدیک تر بود بخشیده شده است و اگر به شهر بد نزدیک تر بود بخشیده نشده. در این هنگام الله متعال به زمین فرمان داد که به شهر خوب نزدیکتر شود و زمانی که ملائک فاصله راه را اندازه گیری کردند، دریافتند که او با اندکی اندازه یک دست نزدیکتر به شهر خوب است و او بخشیده شد. بخاری و مسلم. الله اکبر. الله متعال بندهش را که در صدد توبه باشد این چنین کمک می کند و نه تنها این، بلکه او تعالی در سوره فرقان آیه 70 می فرماید که او اعمال بد ما را تبدیل به اعمال نیک می کند در صورتی که توبه نموده و به سویش رجوع کنیم. این است فضیلت توبه. حال چگونه می توان توبه کرد؟ شرایط توبه چیست؟ تا
توبه پنج شرط دارد. 1. توقف دادن گناه نباید ادامه اش داد. 2. پشیمان بودن از همه گناهانی که در گذشته صورت گرفته اند. 3. تصمیم به تکرار نکردن گناه. 4. باید حق کسی را که به او ستم نموده اید برایش برگردارید و از او طلب بخشش نمایید. 5. توبه کنید قبل از اینکه مرگ به سراغتان بیاید. باید داشته باشید که توبه تا زمانی قبول می شود که فرشته مرگ را نبینید. بعضی به این تفکر هستند که حال این کار زشت را انجام می دهم و سپس توبه خواهم کرد. اما آگاه باشید که اکثر مردم فرصت توبه کردن را پیدا نکردند و مرگ قبل از توبه کردن به سراغشان آمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود هر یک از فرزندان آدم گناهکار است. شما نمی توانید یک انسان باشید مگر اینکه مرتکب گناه شوید. اگر شما گناه نکنید شما فرشته خواهید بود. اگر شما گناه نکنید شما بیش از این انسان نخواهید بود. شما تبدیل به فرشته خواهید شد. این فرشته ها هستند که مرتکب گناه نمی شوند. این برای یک انسان ناممکن است که به درجه کمال برسد در جایی که با گناهان محدود است. این ناممکن است. شما انسان هستید و انسان محدود به عادات است. محدود به عادات و این یک حقیقت است. این دقیقاً چیزی است که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم فرمود. هر انسان گناهکار است. بعدش چی؟ اگر ما همه گناهکاریم به همین معنی است که همه ما یکسان هستیم؟ نه. رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید نمود و بهترین گناهکاران پس بهترین گناهکار هم وجود دارد. گروه خوبی وجود دارد. برای گناهکاران هم درجاتی وجود دارد. همه گناهکاران یکسان نیستند. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم فرمود بهترین آنها ما همه گناه میکنیم ولی بهترین گروه گناهکاران در بین ما وجود دارد. بهترین گناهکاران آنانی هستند که توبه میکنند. توبه این است راه حل. این است راه بیرون رفت. این است معنای پاک کردن گناهانی که مرتکب شده ایم. راه حل دیگری وجود ندارد. هیچ راه بیرون رفتی جز توبه وجود ندارد و به همین خاطر توبه برای ما یک گزینه انتخابی نیست. توبه برای ما یک عمل داوطلبانه نیست. توبه یک امر واجب است نه یک گزینه انتخابی. توبه بالای هر مسلمان و هر انسان امر اجباری است. توبه چیزی است که انجام آن بر ما لازمی است. این یک گزینه انتخابی بوده نمیتواند در صورتی که ما میدانیم همه ما گناهکاریم. در صورتی که میدانیم هر یک از ما نافرمانی الله را میکنیم. یگانه راه بیرون رفت این است که خود را به واسطه توبه پاک بسازیم و به همین خاطر است که الله متعال به ما فرمان میدهد که توبه کنیم. همه به درگاه الله توبه کنید.